ببین داد نزن بی خودی، گوش کن ببین، آبرومو بردی، آبروتو میبرم. تا دلت بخواد برای سند جفت جور کردم. آره تو غلط میکنی، ببین دلت تو صابون نزن بی خودی. آره تو راه هم بخشید داد سرا دوتو چارا پایین تر ها با شما نیستم. برنامه تصویری فیلم و زندگی حمایت شده از طرف احمد دولت آبادی مشاور املاک، ویل سپرینگز مدیکال سپا، تیم حرفه‌ای حمیدرضا صفی‌پور مشاور و طراح ساخت خانه های لوکس. فیلم امروز ساخته رضا میرکریمی به عنوان نماینده ایران در مراسم آکادمی اسکار 2015 انتخاب شد. در 39مین جشنواره جهانی فیلم تورنتو رضا میرکریمی با فیلم امروز شرکت داشت و به همین مناسبت گفتگویی با او انجام دادم که بهانه خوبی است که در این برنامه توجه شما را به این گفتگو جلب کنم. انسان و تضادها و درگیری‌های درونیش تم اصلی فیلم‌های شماست. از تحول یک روحانی در زیر نور ما تا شک و یقین فلسفی یک جراح در فیلم خیلی دور خیلی نزدیک و زندگی روزمره یک زن خانه‌دار در فیلم به همین سادگی، آیا این تم و این درگیری ها و تضاد های درونی دغدغه شماست؟ نه، همینجوری که دارید میگید، یعنی اصلا قصه از رابطه انسان با خودش و دنیای پیرامونش شکل میگیره و اصلا چگونگی این رابطه و دستخوش تغییر یا اتفاق یا هر اتفاقی که برای این رابطه میفته، این میشه اون چیزی که در واقع قصه رو میسازه. منم خب طبعا به رابطه مخصوصا از جنس درونیش خیلی توجه داشتم، یه خورده شاید حاصل زیست اجتماعی بوده که ما چند دهه اخیر داشتیم و خیلی تحولات سریع اتفاق افتاده و توی هر کدومش تجربه‌ای رو انجام دادیم که حالا معادلش رو من تو قصه هام میتونین ببینیم، مثلا توی زیر نور ما یا همین که اشاره کردید خیلی دور خیلی نزدیک و قصه‌های دیگه. همینه در واقع رابطه انسان معاصر با اول خودش و بعد دنیا پیرامونش. لیاقت چی رو ندیدی؟ مگرار باید وحی نازل بشه. قرمون چه دیسه یه؟ فکر اینجا سالم کشتیه؟ همه خوردن زمین فقط تو یکی موندی؟ ساکت بستی میخوای دری؟ تو مداد بگیری؟ پرداختن به جزئیات از ویژگی های بارز کارهای شماست و اوج اون رو در فیلم های مثل به همین سادگی و به خصوص یک حب قن میبینیم. چقدر این جزئیات برای شما تو کارهاتون اهمیت داره؟ ببینید من به دنبال تجربه بودم که یک ارتباط حسی خیلی تنگاتنگ و تا اونجا که ممکنه عمیق با مخاطب برقرار کنم، یعنی بیش از این که بخوام قصه‌م رو تعریف کنم در قالب کلمات و خیلی مشخص برای تماشاچی، دوست داشتم اونو حس کنه. اینو این تجربه‌ای که تو دو سه تا فیلم آخرم داشتم، یعنی اتمسفر و فضای فیلمم برام اهمیت بیشتری داشته تا به شکل مشخص و دقیق اینکه قصه چی میخواد بگه.
اجازه میدونم، یعنی فکر میکنم که اینکه اجازه بدیم که مخاطب بخشی از قصه رو و بخشای خالی قصه رو خودش بسازه، ولی در ازای دست دادن این در واقع مخاطب رو با فضا صمیمی کنیم، یعنی یک احساسی رو درک کنه و اون احساس رو به اشتراک بذاریم، این برام با اهمیت بوده. هم تو یه بغند این کار رو کردم، هم تو همین سادگی. و البته خب توی همچین شرایطی وقتی شما میخوای به اتمسفر و فضای فیلم بپردازی، جزئیات خیلی با اهمیت میشن. یه اصل مهمم در واقع هست که حالا حتما مال من نیست، من نمیدونم مال کیه، ولی اون اینه که هیچ چیز بی اهمیتی وجود نداره. الهی قربونت برم داداش، تو بزرگیم بایی اگه اختلافی هم بوده دیگه تموم شده. همه جا اینو ببنده تا بابا تقصیر من نشه، کلا رو بگیر بزر باید می آورده چه طریقه دیگه. به خدا بهتون میاد. اگر با این نگاه شما برید سراغ قصه، میفهمین که همه چیدمانتون، اهم از اشیا، لحظات، نور، میزانسن، همه چی باید از یه منطقی در واقع پیروی کنه که به اندازه حضور و سهمشون توی فیلم یک بار معنایی رو به دوش بکشن. اینی که دارم میگم معنیش نیست که اون بار معنایی مزاحم قصه گفتن شما بشه. شما قصه تو باید خیلی روان تعریف کنی و اگر کسی پی به در واقع معانی پشت قصه نبردم اتفاقی نیفته، یعنی اون ارتباط حسی اتفاق بیفته. ولی هیچ چیز بی اهمیتی که فقط توی صحنه وجود داشته باشه و کارکردی نداشته باشه و کمکی به در واقع ایده اصلی فیلم نکنه، نباید وجود داشته باشه. باید سعی کنی از همشون یه استفاده، یه بهره ببری. به این اضافه کنین که هیچ دو چیز بی ارتباطی نه وجود نداره، یعنی این ارتباطات همیشه وجود داره و شما باز کشفشون کنین. اگه بتونیم بین همین چیزهایی که به ظاهر بی اهمیتن و ما کمتر بهشون توجه میکنیم، هم بهشون اهمیت بدیم، هم ارتباط بینشون رو کشف کنیم و مخاطب باور کنه که هر چیزی میتونه دلیل بر یک اتفاق دیگری باشه که ظاهراً خیلی با هم نامتجانس و جدای از همه، اینطوری ذهن کشاف پیدا میکنه، یک کسی میشه که دنبال کشف کردن فضاهای جدید میشه. به نظر من این هیجان خیلی بهتر از تعلیقیه که تو گفتار وجود داره. نخورین خاک اره ها رو، اشتهات کور میشه. الان میز صبحونه رو میچینم. صبحونه؟ خانم باید صبح زود فرودگاه باشن. میرم اصفهان، اردشیرم با خودم میبرم. با خواهرم میخوایم بریم کیش. ولی که غیرتی نشی میگم، یه مرد همراهمون هست. امروز یک فیلم مینیمالیستی درباره جامعه و آدمهای امروز ما. در جامعه‌ای که بی‌تفاوتی هست، سقوط اخلاقیات هست و غیره. بستر ساخت چنین موضوعی از چه زمانی شکل؟ ببینید، نمیتونم بگم این در ادامه کارهای قبلیم نیست یا مثلا فکری که پشت اونها بوده اینجا حضور نداره، چون به هر حال دغدغه من همین از بین بردن همین بیتفاوتی است. یعنی به نظر من مهمترین کاری که اثر هنری میتونه بکنه که انسان رو نسبت به دنیای پیرامون و حتی دنیای درون خودش حساس کنه. این حساس، همین که حساسیتمون بالا بره، چیز تکراری دیگه در کنارمون نمیبینیم، همه چیز یک رنگ جدید پیدا میکنه. به همین دلیل امروز شاید به شکل شاخص راجع به اخلاق داره حرف میزنه و اخلاقی که به نظر میرسه از عادت عمومی، رفتارهای پسندیده‌ای که از عادت عمومی جامعه یه خورده
به حاشیه رونده شده. بله، داره توجه میکنه به چیزی که همه میدونیم، همه باورش داریم، ولی ترکش کردیم. ولی در ادامه کار قبلیمه. سلام خانم، ببخشید من مزاحم شدم. این ملافه مال شماست؟ بله. میشه خواهش کنم یکم اینو بکشیدشون طرفتر؟ آخه این یکم نویز داشت، نگو مال این ملافه شما بود. ببخشید، شما این طبقه دومی ها هستین؟ نه، من طبقه سومم. وای راست میگی؟ چقدر از دیدنتون خوشحالم. این بار دوست داشتم تو فضای پر از تردید جامعه خودمون اتفاقا قهرمانی رو بذارم که این مقدمه رو لازم نداره، یعنی که خیلی راحت حداقل راجع به خودش به یک آرامش و اطمینان خوب رسیده و از این جهت یه تفاوت آشکار داره. بله، ویل سپرینگز مدیکال سپا، جوانسازی و زیبایی پوست با تزریق بوتاکس و فیلر، کمک به رشد مو با روش PRP، پاکسازی پوست با هایدروفیشیال و مایکرودرمابریژن، خدمات لیزر با پیشرفته ترین دستگاه ها و روش ها. بل سپرینگز مدیکال اسپا با مدیریت دکتر سهراب خوشبین و با بیش از 30 سال سابقه و اعتبار در خدمت شماست. 11-685 یانگ استریت، ریچموند هیل، 905-780-6627. حمیدرضا صفی‌پور و نغمه کاشف‌پور جزو 25 تیم اول در سرمایه گذاری های تجاری شرکت ریمکس در بین 100 کشور دنیا در سال 2018 و با سالها تجربه موفق در تورنتوی کانادا در خدمت شماست. سپاس از اعتماد چندین ساله شما. با افتخار تیم ما همیشه بهترین خدمات را به شما ارائه خواهد داد. آروم چه خبره؟ یونس راننده تاکسی فیلم امروز با سکوت سنگینی که داره منو به یاد قهرمانهای فیلمهای کیم کی دوک فیلمساز کره جنوبی میندازه. کیم کی دوک معتقده که شخصیت‌های اصلی فیلم‌هاش به خاطر این سکوت می‌کنن، چون آدم‌های ضعف خورده‌این که روزه سکوت گرفتن. آیا نگاه شما هم به سکوت یونس از همین منظره یا دلایل دیگه‌ای داره؟ اشاره خیلی خوبی کردیم به فیلم‌های کیم کی دوک. واقعا حالا که نگاه می‌کنم می‌بینم که شخصیتاش و حتی این حرفی که راجع به شخصیتش زده چقدر به فلسفه در واقع شکل گیری شخصیت یونس نزدیکه. البته من باید یه اشاره هم بکنم به این که من توی در واقع حافظه
فیلمایی که دیدم و تجربه‌ای که داشتم، شخصیت‌های اینجوری رو همیشه دوست داشتم. شخصیت‌هایی که رازهاشون رو با دیگران در میون نمیذارن، مثلا مثل همه توشیرو میفونه‌های کوروساوا، مردهای آروم به ظاهر در صورت کم هیجان و بیواکنش ولی به موقع موضع‌گیر و کنشمند، یا نمونه‌های دیگه شبیه اون. ببینید چیزی که توی شکلگیری این شخصیت هست دقیقا همین چیزی که شما میگید، یعنی یه تجربه، یه زخم خوردگی، یک دوره آرمانگرایی شاید طلبکارانه که سپری شده و حالا به رسمیت شناختن سهم خودش توی اتفاقات، بدون در نظر گرفتن که دیگران راجع به این در واقع رفتار چه اندیشه ای میکنن. این به نظر من یک جور استغنای روحیه که قهرمان رو خیلی بزرگ میکنه. ظاهرش اینجوریه که آدم فکر میکنه که در نگاه اول آدم منفعلیه، چون تو تعریف امروز جامعه ما آدم غیر منفعل کسی که خیلی حرف بزنه و خودش دفاع کنه و بتونه خودش رو به عبارتی معرفی کنه و پرزنت کنه، ولی قهرمان ما ظاهرا این خصوصیت رو نداره. تاکسی مترشون هم کار میکنه؟ چهو؟ دیگه وقت فکر نکنید به خاطر پولش میگم، نه، آدم اینجوری خیالش راحت تر. سکوتش هم از جنس گوشه‌گیری نیست، چون عملا ما در طول مسیر فیلم میبینیم که اتفاقا عمل قهرمانانه انجام میده، یعنی هست، سر به زنگاه، حضور داره و کارشو انجام میده، اون کاری که باید انجام بده انجام میده. من این رو به عنوان یک در واقع رفتار اعتراضی میبینم، یک سکوت در مقابل حجم زیادی از حرف و گوشهایی که حاضر به شنیدن نیستن. حالا الان با خودتون میگه یه زنی تو حال من تک و تنها، هیچ کم همراهش نیست، اینجوری تو خیابون. حالا بذاری فامیلا بفهمن، همشون میخوان بلنشن بیان بیمارستان. اینجا سفرمی؟ نه اینجا نیست. خیلی بعد از تماشای فیلم امروز به یک موضوع اشاره میکنن و اون رو یک مشکل میدونن، و اون اینی که معتقدن که خب اگر یونس با یک جواب روشن که با زن رابطه نداره میتونست از خیلی از مسائل و پیامدها جلوگیری بکنه، چرا سکوت میکنه و به راحتی نمیگه که با زن ارتباطی نداره و اون وقت کمکاشو ادامه بده؟ حرفی که میزنن حرف منطقیه، منتها منطقش با جهان قصه ما سازگار نیست. یعنی شما اول باید انتخاب کنی که با کدوم جهان میخوای صحبت کنی، منطق خودش رو اون جهان با خودش میاره. بله اگر که این توضیح رو میداد اصلا نه قصه پیش میومد نه اینقدر تبعات داشت براش، ولی باید ببینیم از چه منظری یونس داره به قصه نگاه میکنه. اگر از منظر اون نگاه کنیم، اون در واقع داره مسافری رو به مقصدش میرسونه و تلاش میکنه که رنج کمتری توی این مسیر ببره اون مسافر، یعنی تمام تلاشش برای اینه که اون رنج کمتری ببره. اون مسافر برخلاف یونس به شدت نگران قضاوت دیگرانه، یعنی دائم داره با قصه پردازی حتی وقتی که تو ماشینش نشسته داره این در واقع فضا رو ایجاد میکنه که من فامیل دارم، میان، تنها نیستم، ولی چیزی که آشکار میشه به تدریج اینه که او آدم تنهاییه، کسی رو نداره. و این تلخی وقتی بیشتر میشه که میفهمیم که به همه گفته که شوهرش تو سفره و خواهد اومد. دست شما نباشه، خیلی مرد خوبیه. به من گفتش که تو فقط خودتو برسون اونجا، من همه کار ردیف میکنم، یه کاری نباشه. گوشیشو برای نمیده. شما نگران نباشین، من خودم کرایتون از آقای یعقوبی میگیرم میدم. خب بینید
یه همچین پرسوناژی با یه همچین حساسیتی نسبت به قضاوت دیگران که اینقدر نگران از دست رفتن آبروی خودش و فرزندیه که بعد از خودش میخواد به جا بذاره، نیاز به حمایت همین جوری داره که یونس داره انجام میده. اگه یونس رابطهش رو با او انکار کنه، همه داشته های اون زن هدر میره. یعنی اون دیگه اون حمایتی که لازم داره، حمایت پولی و مالی و اینجور چیزا نیست، اتفاقا حمایت آبروییه. یه کسی رو میخواد که بپذیره که یا حداقل نقش شوهر او رو بازی کنه برای یه مدت کوتاهی تا بتونه حفظ آبرو بکنه. دیدم صفحه دوم شناسنامش خالیه، گفتم حتما موقت بوده، فکرم نمیکردی کارتون به اینجاها بکشه. حالا حالش خوب میشه؟ نگران چم هستی؟ انتخاب پرویز پرستویی برای نقش راننده تاکسی و اون سکوت پرمعناش، آیا تحت تأثیر شخصیت‌های قبلی که این بازیگر در اونها نقش خودش رو ایفا کرده مثل آژانس شیشه‌ای یا پاداش سکوت نبوده یا دلیل دیگه ای داشته که از پرستوی استفاده کرد؟ واقعیتش اینه که عمدن نرفتم سراغ این بک‌گراند. یعنی حتی یه مقداری شاید اول نگران بودم که این حاشیه‌ای برای فیلم بسازه و یه فرامتنی رو بیاره که توی برخورد بیواسطه با فیلم اشکال ایجاد کنه، حداقل برای تماشاچی ایرانی. ولی خب از یه جایی هرچی محاسبه کردم دیدم گزینه بهتر از پرویز ندارم. پرویز هم بازیگری که میتونه این کار رو در بیاره، هم مشاورینم و خیلی دوستانم منو قانع کردن که اتفاقا اون فرامتن به درد حرف فیلم میخوره. آقای میکریمی، با سپاس از این که در این گفتگو شرکت کردید. برنامه تصویری فیلم و زندگی حمایت شده از طرف احمد دولت آبادی، مشاور املاک، ویل سپرینگز مدیکال سپا، تیم حرفه‌ای حمیدرضا صفی‌پور مشاور و طراح ساخت خانه‌های لوکس.